هر طلوعی تولدی دوباره هست و هر تولدی شروعی دیگر. سلام، سلام بر شما همراهان خوب مردم خبر. به نخستین بخش خبری امروز 30 مهر ماه خوش آمدین. شروع میکنم این بخش خبری رو با وعده وزرا و وعده وزیر ارتباطاتمون که گفته الوعده وفا و از بازگشت هزینه های اینترنت کاربران اربعینی هم خبر داده در فضای توییتر خودش با هشتگ حق و ناس. گفته که بر میگردونه هزینه های اینترنت کاربرها رو که توی ایام اربعین آزاد استفاده کرده بودن. از همراه اول و ایرانسل هم تشکر کرده که با هماهنگی سهامداران عمدهشون این 26 میلیارد تومان رو به مردم پرداخت میکنه و با پیامک هم قراره بهتون اطلاع رسانی بشه. خب الان واقعا جای سوال پیش میاد، چرا انقدر هوای سهامدارا رو دارن که حالا مجبورن که مجبور بشن که حالا پول ها رو برگردونن؟ چرا اصلا این اتفاق افتاد؟ خب از اول یه هماهنگی انجام میشد و اینترنت به این شکل نمیشد اونجا که خیلی هم با مشکل مواجه شده بودن کسانی که رفته بودن به راهپیمایی اربعین شرکت کرده بودن، خیلی با مشکلات اینترنت مواجه شده بودن. خب اما از حل مشکلات کارگران آذراب هم براتون خبر رو بردم. وعده وزیر کار رو شایعت مداری در نشست اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی گفته عذرخواهی به کارگران آذراب بدهکاره و که چرا که باید موضوع مالکیت رو زودتر از اینها ما برطرف میکردیم. ببینیم با هم دیگه. شرکت صنایع آذراب یکی از واحدهای بزرگ صنعتی استان مرکزی است که با مشکلات مدیریتی و مالکیتی روبروست. ما فقط تنها خواهشی که از مسئولین داریم نذارن این صنعتا بخوابن. اگر کار بیاد بیشتر مشکلات آذراب با کار حل میشه. شریعت مداری در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی ابتدا از شرایط به وجود آمده برای کارگران شرکت آذراب عراق عذرخواهی کرد. ما البته به مردم و هم به اون مجموعه عذرخواهی بدهکاریم. معتقدم به اینکه باید ما زودتر از این موضوع مالکیت در اونجا حل و فصل می‌کردیم. ما تعداد زیادی وادار خصوصی کردیم. حالا اگه در دو موردم واقعا شرایط مطلوب نبود باید برگردونیم، باید زود تصمیم بگیریم برگردونیم. نباید معطل بشه. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به بیان ظرفیت‌های صنعتی و تخصصی موجود در شرکت آذراب پرداخت و از عزم دولت برای رسیدن این شرکت به حد اکثر ظرفیت تولید خبر داد. آذراب چشم و چراغ صنعت ایرانه. مگه میتونیم ما این واحد تولیدی رو بهش توجهی کنیم؟ شریعت مداری مدیریت، مالکیت و سهامداری را دغدغه اصلی کارگران آذراب و هبکو دانست و گفت در هر جلسه نشستیم گفتن حل مشکلات موفقه حقوق دستمزد کارگران هبکو و آذراب، گفتیم که اون که دل حق طبیعی اوناست، اما اونچه که مورد انتظار کارگر کارخانه مثل هبکو و آذراب است این است که به لحاظ مالکیت تکلیفش روشن باشه. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت شرکت آذراب در حال حاضر حدود 30,000 تن سفارش ساخت تجهیزات دارد و بانک کشاورزی به عنوان سهامدار عمده متعهد شده حقوق معوق کارگران آذراب را پرداخت کند. بسیار خب، حالا باید منتظر باشیم این داستان تکراری و حل مشکلات کارگرها به قول وزیر باید در مرحله عمل در بیاد. اما بریم سراغ کنکوری ها و خطری که از بیخ گوشمون گذشته. رئیس پلیس امنیت تهران خبر داده که سوالات کنکور در یک قدمی فروخته شدن بوده. با هماهنگی که انجام گرفت متوجه شدیم که این سوالات رو میخوان از یکی از شهرستان های کشور از مأخذ اصلی خارج کنن که این دو نفری که ما دو نفر اصلی بودن که شناسایی کرده بودیم اینها مرتبط شدن با یکی از دو سه نفر از مسئولین شهرستانی که از شهرستان کوچک کشور که این سوالات از مأخذ خارج کنه. خب با هماهنگی که انجام گرفت با دستورات قضایی که عقد شد، چون بالاخره ما باید به شهرستان اون استان باید عزیمت میکردن همکاران ما، نیابت قضایی صادر شد و همکاران ما به اون استان و شهرستان مراجعه کردن و در ساعت 5 صبح روز 14/4 که روز برگزاری کنکور بود، ساعت 5 صبح سوالات رو از مأخذ با هماهنگی که انجام دادن قصد خروج داشتن که
ما همزمان هم در تهران و هم در اون شهرستان ها 11 نفر دستگیر کردیم. این 11 نفر که دستگیر شدن بالاخره پیشگیری شد از اینکه سوالات بخواد به بیرون درس بده کنه و یا لو برسونه قضیه، و در این رابطه باز با دفتر قضایی هماهنگ کردیم و 12 نفر دیگه هم شناسایی کردیم که این 12 نفر دیگه هم دستگیر کردیم و جمعا 23 نفر که این سوالات رو قصد داشتن که مبالغ بین 250 میلیون تومان تا 300 میلیون تومان به شرط قبولی داوطلب به فروش برسونن. بسیار خب، حالا براتون بگم از فروش صندلی ها و حافظان سلامت مردم. بعد از ماجرای دستگیری دانشجوی قلابی دانشگاه علوم پزشکی و دندان پزشکی، حالا ماجرای فروش چند صد میلیونی صندلی های دانشگاه علوم پزشکی به عنوان دانشجوی انتقالی خارج از کشور جنجال زیادی توی شبکه های اجتماعی به پا کرده. دستی. اما ماجرای دستی دستی دکتر شدن به همینجا ختم نشد و آمارهای مختلفی منتشر شد از ورود بدون کنکور به دانشگاه‌های علوم پزشکی. در رابطه با فروش صندلی خب گزارشاتی به همکاران ما رسیده، یک تیمی مفصل دارن روی این کار میکنن. دانشجوهایی که با چندین سال زحمت تونستن تکیه بر صندلی پزشکی بزنن، ارزش این صندلی‌ها رو میلیاردی تخمین میزنن. من خودم اگه بودم چه 10 تومن 10 میلیارد میدادم. 10 میلیارد میدید واقعا ارزشش انقده؟ واقعا یعنی الان من دوستایی هستن که اگه واقعی باشه این خرید صندلی، بچه‌ای هستن که خیلی باهوشن ولی قبول نمیشن، تلاش میکنن، درس میخونن و سختی میکشن، واقعا از خیلی لذت ها میگذرن و اینا بعد یه مدت سطحشون با یه کسی که هیچ کاری نکرده رفته خارج و صرفا فقط با پول تونسته بیاد تو این دانشگاه برابر میشه. کلاس ما چیزی که توی دفترچه انتخاب رشته نوشتن 103 نفر باید باشه، ولی تعداد اون خیلی بیشتره از این، نه مثلا 10 تا 20 نفر، خیلی بیشتره از این عدد اون سر کلاس که میان، اسمشون هست، امتحان میدن خیلی راحت. یکی از راههایی که میشد باهاش کنکور رو دور زد این بود که اگر حداقل معدل دیپلم 16 باشه، با گذروندن 36 واحد درسی توی یکی از دانشگاه‌های خارجی میشه برگشت به ایران و ادامه تحصیل داد. یه عده نمره دیپلمشون وقتی می اومدن میدیدیم که نمره دیپلمشون نمیرسه و بعد از مدت قلیلی میدیدیم که اینا یک دیپلم درستی رو میارن که بالاخره نمرش هم خوب هست. متوجه شدیم که بالاخره این افراد با یک تیمهایی بالاخره برای اینکه بتونن وارد دانشگاه‌ها بشن تلاشی داشتن می‌کردن. مثلا ما در یه جایی که در هند مشکل پیدا کردیم، برخی از شرکت‌ها مثلا 1 میلیارد از یک افرادی گرفتن برای اینکه بچه‌شون برن ثبت نام بکنن در گروه پزشکی. بسیار خب، به پایان این بخش خبری رسیدیم و کلام آخر در این بخش با فرمایشی از امام علی علیه السلام بخش خبری رو به پایان میرسونم که میفرمایند فکر تو گنجایش هر چیزی را ندارد، پس آن را برای آنچه که مهم است فارغ گردان. سپاس از همراهی شما خوبان با مردم خبردار تیوی آنلاین باشید.